درودی دیگر، سلامی دیگر در برنامه روانیار با تک تک شما عزیزانم. در برنامه امروز یا امشب، هر زمانی که شما دارین نگاه میکنین برنامه رو، میخوام در مورد موضوع بسیار مهم در مورد سواد صحبت کنم. تفکیک سواد و انواع سواد. بی سواد کیست؟ کم سواد کیست؟ و همچنین بدسواد کیست؟ میخواییم نگاه کنیم ببینیم مثلا سواد چیه. همونطور که میدونید سازمان ملل یونسکو 48 ساله که داره تلاش میکنه در مورد سواد موضوع رو باز کرده، داره تلاش میکنه که سواد رو بستش بده. در ابتدا سواد فقط خواندن و نوشتن بود در گذشته، ولی بعد 5 تا سواد دیگه اضافه کرد و بعد سوادهای دیگه بیشتری رو اضافه کرد. در آخرین کار و اعلامیه که انتشار داد، اما من در این برنامه چند تا سوادم بر اضافه بر یونسکو من در این برنامه میخوام عنوان بکنم که به نظر شخص خود من به عنوان یک روانکاو و روانشناس و کنشگر فکر میکنم مهمه. خب اما بریم سراغ اون سواده 5 تای مهمی که برای قسمت دوم یونسکو بود. مسئله عاطفی بود، سواد عاطفی بود که بسیار مهمه و در برنامه هفته آینده من میخوام بعضی از این سوادها رو تفکیکش بکنم و بسیار باز و بستش بدم. پس هفته آینده یادتون باشه در مورد سواد عاطفی میخوام صحبت کنم. خب سواد عاطفی، یونسکو یکی از اونها سواد عاطفی بود. مسئله آموزش فرزندان بود، تربیت فرزندان بود، همچنین مدیریت مالی بسیار مهمه، ارتباطات چقدر مهمه، سواد رسانه‌ای چقدر مهمه و سواد رایانه. اینا اضافه‌ای بود که یونسکو اعلام کرد و بعد رفت بیشترش کرد، که حالا من بیشتر در موردش صحبت میکنم. اما یه تعدادی هم که منم اضافه کردم، بذارین یه جمعی بگیم انواع سوادها چیه. سواد عاطفی برای من خیلی خیلی مهمه، سواد سلامتی جسم و روان که انسان این سلامتی رو بدونه یعنی چی، سواد عددی یعنی بتونه عدد رو بشماره که سرش کلاه نره، طبیعتاً سواد خواندن و نوشتن هم در کنارش هست، سواد فرهنگی، سواد دینی عقیدتی، اینا رو من اضافه کردم البته، سواد دینی عقیدتی و یونسکو دوباره، سواد اجتماعی، سواد بومشناختی، من اضافه کردم سواد نژادی، البته نه اینکه نژاد برتر و بهتر، که اصلا از نظر علمی این تفکیک نژاد پرستی از کجا میاد که حتما در یکی از برنامه های روانیار در موردش صحبت میکنم. سواد بصری دوباره یونسکو، واقعا بصیرت و اون نگاهی که انسان میتونه تغییر بده، نگاه انسان باید در حال تغییر باشه در طول زندگیش. حالا توضیح بیشتر میدم. سواد کشاورزی، سواد اطلاعاتی، سواد اقتصادی، سواد رسانه‌ای که گفتم و اینو من اضافه کردم، سواد خرد، منطق و شعور و سواد سیاسی. واقعا چقدر این انواع سوادها مهم و ضروریه برای ما که در هر قشری از جامعه هستیم حداقل این سوادها رو بیاموزیم، مخصوصا در قرن 21. حال قبل از اینی که عمیق‌تر واردش بشم و ببینیم که کم سواد و بی سواد و با سواد و بد سواد کیست، بذارید یه تحقیق نشون بدم. اولا که میدونی آمار ایران متاسفانه هیچ وقت حقیقت نداره و آمار جهانی نمیتونه دقیقا از آمار ایران برخوردار باشه، ولی یکی از نماینده های مجلس، نماینده چالوس و نوشهر، در سال 97 یعنی حدود 3-4 سال پیش اعلام کرد که بی سوادی در کشور 8 میلیون و 800 هزار نفره، که البته اکثرنش یادتون باشه در همه این تحقیقاتی که من امشب در موردش صحبت میکنم در مورد زنان بیشتر، یعنی بی سوادی در زنان بیشتره،
مخصوصا در بسیاری از کشورها که عنوان میکنم. اما آمار اخیر میگه در ایران بالای 900 هزار نفر بالای 900 هزار نفر متاسفانه در ایران ما بی سواد داریم یا اصلا به میلیون رسیده. ولی این آمار باز دقیق نیستش به نظر من. به نظر من همچنان ادامه داره و آماری که دوباره من در یه تحقیق دیگه داشتم سعی میکردم پیداش بکنم به 3-4 میلیون و حتی آمار دیگه بسیار بیشتر داره در موردش صحبت میکنه. ولی خب متاسفانه در ایران میدونیم که ما آمار دقیقی نمیتونیم داشته باشیم. اما تحقیق در 200 کشور دنیا کردن اخیراً نشون داد که بریم نگاه کنیم ببینیم که با سوادترین کشورهای دنیا کیستن و واقعا خوش به سعادت اون ملتی که یک همچین دولتهایی رو داره. درجه اول، مقام اول فنلاند، مقام دوم نروژ، مقام سوم دانمارک و چهارم سوئد، بعد سوئیس مقام بعدی رو داره، آمریکا مقام هفتم رو گرفته، کانادا و فرانسه مقام 11 و 12 رو گرفتن، بریتانیا مقام 17 متاسفانه، بوتسوانا که جنوب قاره آفریقاست تو همین لیست هست خوشبختانه که مقام 61 داره و اندونزی و تایلند هم دوباره در همین لیست باسوادها هستش. این فقط تو این لیسته. اما بریم سراغ بی سوادترین کشورهای جهان. در درجه اول متاسفانه که نمیتونیم بگیم مقام اول، با دلی غمگین و جگرخونی باید بگیم سودان جنوبی و بعد افغانستان. افغان‌های عزیزم، در افغانستان شما میدونید و همه دنیا میدونن که طالبان چه بلایی به سر شما آورد و چقدر تحصیل کرده های گذشته بیکار شدن و نسل بعدی اجازه درس خوندن نداشتن. یه کلیپ، یه سریالی هست در نتفلیکس، نمیدونم در ایران میتونین تماشا کنین، در آمازون هست البته این، و اسمش هستش Handmade Tales. خیلی جالبه واقعا، 5 سیزنه و انقدر من لذت که چه عرض کنم، ترسناکه برای خرافات و نداشتن علم و بیسوادی به کجا انسان رو، چقدر به انسان رو به عقب برمیگردونه. اگر امکانش هست حتما سعی کنید نگاه کنید که تو این فیلم نشون میده که در قرن اخیر یا حتی ممکنه در قرن 22، نه فقط 21، همچین اتفاقی ممکنه بیفته که دوباره زنها باید بی سواد باشن و فشارها و تمایز جنسی بر زنان خیلی زیاد میشه. حتما اگر امکانش هست براتون نگاه کنید. من که بسیار آموختم و تأسف خوردم. خب افغانستان یکی از اینا بود. طالبان اجازه نداد دختر مدارس و برز تلویزیون ها رو اعدام کرد و شکست. زن حق نداشت از خانه تنها بیاد بیرون، باید حتما با یه مرد و حتی با پسر خوردش میومد بیرون. خلاصه میبینیم که طالبان چه ها که نکرد و بعد داعش، حزب الله و داعش مخصوصا، بعد داعش. خب نیجیریه درجه سومه، بورکینا فاسو که در غرب آفریقا و مستعمره فرانسه بوده اتفاقا متاسفانه مقام 4 یا درجه 4 داره از بی سوادی. مالی، چاد که دوباره، چاد یکی از 20 کشور بزرگ جهانه که بعد از پرو قرار گرفته و مقام ششم رو داره از بی سوادی متاسفانه. سومالیا 7، 8 اثیوپی، 9 گینه که در شمال غربی آفریقا قرار داره و 10 دوباره بنین، دوباره در غرب آفریقا. یعنی میبینیم اکثر بی سوادا در غرب آفریقا قرار گرفتند. در ایران متاسفانه فقر اقتصادی و زیر خط فقر رفتن، ما میبینیم که بسیاری از دانش آموزان ما
از دبستان و بعد در دوره راهنمایی ترک تحصیل میکنن و یا عزیزان افغان ما حتی حق شناسنامه گرفتن چه برسه به مدرسه رفتن رو نداشتن و یا باهایی ها رو حق مدرسه رفتن نداشتن و اینا خیلی هاشون در خانه درس میخوندن و یا معلم های خصوصی خانگی بیشتر بهشون درس میداد. در ایران تعداد بی سوادی داره بسیار زیادتر و زیادتر میشه و این یک خطر بسیار بزرگیه برای هر جامعه، مخصوصا جامعه ایران. به این کلیپ نگاه کنید، دو تا دختر بچه حاشیه نشین هستند که معدلهای بسیار بسیار بالا دارند اما از حق سواد محروم شدن به علت فقر. این دو تا کلیپ رو نگاه کنید و برگردید. سهیلا خانم درس میکنی؟ نه. اصلا درس نخوندی یا اینکه درس خوندی بعد ترک تحصیل کردی؟ خوندم تا پنجم. مریم خانم درس میخونی؟ نه، تا بر راهنمایی بیرون. چرا؟ دیگه خرج نداشتیم. سال آخری که درس میخوندی معدل چند بود؟ معدل آخرین سالی که درس خوندی چند بود؟ 18. تو سرم درس خوندی؟ من از شما خواهش میکنم ولی ما پول نداریم، چی نداریم؟ که این نگاه از خونمون نگاه خراب شده به درد هیچ چی نمیخورم. به ما کمک کنید که زندگیمون خوب بشه. واقعا این کلیپ اشک من رو در آورد. در اینستاگرام هم گذاشتم. اینستاگرام من از @dr.mitrabavaki. خیلی دردناکه. خیلی دردناکه که ما چه بچه‌های معصوم و مظلومی حق درس خوندن ازشون گرفته میشه که هیچی، بلکه عزیزانی که اینقدر درس خونن و درس رو دوست دارند و میتونن آینده بسیار درخشانی برای خود، خانواده و جامعهشون داشته باشند، به خاطر فقر اقتصادی باید محروم بشن. یعنی نهایت بی عدالتی، بی وجدانی، ناشرفی یک سیستمه، مخصوصا کشور ما، کشوری که یک کشور ثروتمند حساب میشه. بسیار از این کشورهای آفریقایی هم ثروتمندن اما ببینید درصد بی سوادی چقدر زیاده. اما بریم سراغ فرق بین بی سواد و کم سواد و با سواد و بد سواد در آخر. خب میدونیم که بی سواد تو مسائل روزانش معمولا هیچی نمیدونه. به بیچاره هم اگه ازش سوال بکنی میگه من که سوادی ندارم، من چه میدونم، شما بهتر میدونید. یعنی ادعایی نداره معمولا. اما کم سواد هیچ وقت نمیخواد کم بیاره، همه دانه، همه چی رو میدونه و برای هر چیزی هم بحث میکنه، به در صورتی که نه دانششو داره، نه داناییشو داره و نه هوش و عقل و خردشو داره و نه شعورشو داره. اما متاسفانه شدیداً تلاش میکنه که بگه من خیلی میدونم. اما در این مورد باسواد فقط در موردی که میدونه میگه میدونم و اگر ندونه میگه نمیدونم و معمولاً هم چون باسواده و میدونه که علم اونقدر وسیعه و اونقدر در حال رشده که هرچی انسان بیشتر بدونه تازه کم میداند، به همین دلیل ادعایی نداره از دانستنش. خب بی سواد آرزوهاش بسیار محدوده، معمولا آرزوی خیلی نداره، برای اینکه اعتماد به نفس نداره، برای اینکه حرمت نفس نداره، برای اینکه نمیدونه که میتونه. ولی کم سواد آرزوهای خیلی گنده گنده بر خودش داره، ولی نه با عقل و خرد و منطق، بلکه این تواناییشو از دیگران میخواد بگیره. یعنی با زرنگی از دیگری تقلب میکنه، با زرنگی از دیگری میگیره و تلاش میکنه که به آرزوهای آنچنانیش برسه، حتی به اندازه‌ای که پاشو رو کمر دیگران بذاره و پله کنه برای خودش. در صورتی که باسواد هرگز سعی نمیکنه سوء استفاده بکنه. باسواد عاقل، حالا ما یه کوچولو هم در مورد
دونو باسواد صحبت میکنم و هرگز پله نمیکنه، میآموزه، میگه آموختم، از کی آموختم، و هرگز کسی رو قربانی نمیکنه. در صورتی که کم سواد قربانی میکنه. بی سواد محیطش رو دوست داره، به همون خانوادهش، به همون دامی که داره، به همون مزرعه کوچیکی که داره، خلاصه به همون چیزی که داره معمولا قانعه و ازش هم خوب نگهداری میکنه. اما کم سواد متاسفانه بسیار خطرناکه که ما شدیداً در جمهوری اسلامی کم سوادی بی انصاف بی وجدانی رو داریم توشون میبینیم. یعنی به محیط زیست اصلا کاری نداره، نابود میکنه محیط زیست رو و جنگل ها رو نابود میکنه، کشور رو به فروش میندازه که انداخت و سرمایه ملت رو، آذربایجان شرقی یکی از معادن طلاست که حتما من براتون در اینستاگرامم میذارم، تحقیقی در مورد آذربایجان شرقی و سرقت و غارت طلاهای ما از دولت، سرقتی که داره میکنه و برای روسیه داره، همچنان روسیه داره میبره. یعنی قراردادهای بسیار خطرناک محیط زیستی و همچنین از بین بردن کشور و بردن سرمایه و ثروت بیشتر فقط و فقط برای خودش. یعنی یک انسان بسیار نادان، کمدان، کم سواد، ولی با ادعای سواد و غارت دیگران. و متاسفانه معمولا کلاه بردارهای خیلی خیلی قهاری میشن و دائما در حال داغون کردن دیگران هستن که ما شدیداً داریم در جمهوری اسلامی ببینیم. جمهوری اسلامی واقعا نهایت بی‌انصافی رو در تاریخ ایران، مخصوصا تاریخ معاصر میبینیم، نهایت بی‌انصافی رو داره میکنه از غارت ناموس و جان و مال و خاک و جوانهای ما بدون اینکه هیچ شعوری داشته باشه. حتی شما نگاه کنین، کوهکنی میکنه، خاک رو میفروشه، آب رو میفروشه، برق رو، همه چی رو به غارت برده و میبره. بی سواد خرافی میشه، بی سواد عقیدش خیلی قویه و خرافاتش خیلی قویه و به راحتی تحمیق میشه، متاسفانه به راحتی فریب داده میشه از کم سوادها. یعنی کم سوادها خیلی راحت و خیلی آسون میتونن فریب بدن بی سوادها رو، و چون سواد نداره نمیتونه، از درک و خردش نمیتونه استفاده بکنه، نمیتونه بخونه، نمیتونه بفهمه، به همین دلیل خیلی راحت فریب میخوره. و ما میبینیم و دیدیم که در جمهوری اسلامی انواع و اقسام فریبهای مختلف رو، فریب خرافاتی، فریب عقیدتی و انواع و اقسام فریبهای متفاوت ما میبینیم که چقدر راحت به خورده بیسوادان ما مخصوصا میدند. اما انسان کم سواد همیشه نگاه میکنه موزیانه، کجا به نفعشه. مثل این مده ها رو شما نگاه کنید، موقعی که عاشورا میشه اینا، حالا بعضی هاشون که مواد استفاده میکنن و مشروبشون هم میخورن و میان تعزیه میگن و یا نوحه میخونن بگذاریم، اما به موقعش شدیدن خرافی و مذهبی هستن، به موقعش هم خیلی لوکس و مدرن هستن که ما جزء جمهوری اسلامی از وزرا و دستاندرکاران بیت رهبری و همچنین نظام جمهوری اسلامی ما فراوان میبینیم که در خارج و یا در خانه های ویلایی، قصرهای خودشون همه کار میکنند و زالوزاده ها و آزاده های خودشون هم بهترین زندگی رو دارند، اما در بیرون به قول خود قدیمی ها جانماز آب میکشن. یعنی براحتی بستگی داره که کجا به نفعشونه. کم سواد اینجوری حرکت میکنه در جامعه. خب بریم سراغ بی سواد. دوباره بی سواد بیچاره همش کار میکنه، کار میکنه، واقعا از زندگیش چیزی نمیفهمه. کم سواد کار میکشه از بی سواد، کار میکشه
و هم تحمیقش میکنه، هم زور بهش میگه، هم استثمارش میکنه، هم استعمارش میکنه و هم ازش کار میکشه. معمولا خودش کار نمیکنه، ادعای کار کردن داره ولی کار رو از دیگری میکشه. در صورتی که یک انسان باسواد هرگز استعمار نمیکنه، استثمار بر علیه استعمار و استثماره، بر علیه دیکتاتوریه. به حقوق انسانیت و حقوق بشر اعتقاد داره، حقوق خودش رو میشناسه، حقوق دیگران رو میشناسه، اما بی سواد حقوق خودش رو هم نمیشناسه. کم سواد میگه حقوق حقوق من و نه حقوق دیگری. اینا معضلات بسیار جدی جامعه ماست و یا جوامعی که اسم بردن بی سواد ماندن. اینا همه دلیلش بودن یک نظام فاسد، یک نظام دیکتاتور، یک نظام مستبد که نمیخواد مردمش عاقل بشن، مردمش دانش داشته باشن، مردمش علم پیدا کنن، مردمش باسواد بشن، مردم از حقوق خود و دیگران برخوردار باشند. خب معمولا کم سواد که بیچاره اصلا نمیره دنبال دانشی، میفهم میکنه اصلا نمیتونه، یه خوردم که سنش بره بالاتر میگه من یه حال دیگه من میتونم یاد بگیرم. در صورتی که انسان در هر زمانی تو زندگیش میتونه از عقل و خردش استفاده کنه که در برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت میکنم. اما کم سواد لیسانس و دکترای کیلویی میخره. اینجا مصیبته که در کشور ما میبینیم که بی سوادان همچنان دارن حکومت میکنند، مدارک قلابی دارند، دکترای قلابی، لیسانس و فوق لیسانس و قلابی، و وقتی حرف میزنن کاملا واضحه که هیچ سوادی، حتی در وزارتی که اسم وزیر روش گذاشتن، در وزارتی که وزیر اون بخش هست، سواد کافی نداره. یعنی یک فاجعه بسیار بزرگ، یک سیستم بی سواد کم سواد، دقیقا هدفش هزار دستانه. هزار دستان خودش رو مثل بیت رهبری جمع میکنه، از بی سواد و کم سواد، از بی وجدان و ناشرف، تا بتونه استبداد خودش رو و دیکتاتوری خودش رو همچنان پا بر جا بذاره. ولی چون قرن 21مه باید یه ادعای مدرکی داشته باشه، مدرک های کیلویی رو میبینیم که چه آسان برای خودشون میخرن. و نه فقط، حالا شما نگاه کنید، یک نظام فاسد باعث میشه که جوانهای اون کشور هم یک به علت بیکاری، نداشتن هیچ تسک و یا هدفی و اینکه پوز دکترا و پوز فوق لیسانس رو بدن، هی داره بیشتر و بیشتر میشه. متاسفانه ما میبینیم که حتی جوانان ما که باید برن به سراغ علم واقعی و اون مستر و یا فوق لیسانس و یا تز دکتراشون، این تزا رو بعد خودشون تجربه بکنن، برن بیاموزن، برن بخونن و بعد به دست بیارن که بتونن تز تقدیم بکنند، متاسفانه میبینیم که اونها هم رفت میرن کیلویی از جلوی دانشگاه یا جاهای دیگه. و یا وبسایت، کلی وبسایت در ایران هستش که به راحتی میتونن برن بخرن. یک فاجعه فقر فرهنگی است در یک جامعه ای که برسه به جایی که حالا پوز دکترای دروغکی، فوق لیسانس دروغکی رو به خانه و خانواده، به جامعه، و این بعدن بشه رئیس و وزیر. این یک فاجعه است واقعا. حدود 100 نفر از استادان دانشگاه صنعتی اینا یک اعتراضنامه فرستادن برای دولت که بسیاری از وزرا از این دکتراها و فوق لیسانس های قلابی و کیلویی میخرند و اعتراض کردند. ولی اعتراض، فکر میکنیم خب کاملا مشخصه، ولی درود بر این استادان که این اعتراض را کردند و سکوت نکردند. اما بریم سراغ بدسواد. بدسواد واقعا کیه؟ بدسواد و یا خرافه پرست شیک،
یه اسم دیگه ای که گذاشتن دانش نما، مثل همون کم سوادا. اینا دانش نما هستن، دانشمند نیستن. بعد سواد دوگانه است، تو یک تضاد یا چنگانه، تو تضاد قرار میگیره. ما چقدر هنوزم که دکتر و مهندس واقعا در رفته بهترین کشورهای دنیا مثل انگلستان، مثل آمریکا، بهترین کشورهای دنیا در بهترین دانشگاه ها رفتن دکتراشون رو یا تحصیلاتشون رو کردن، برگشتن در همون ابتدای بعد از انقلاب تأکید و تأیید کردن بستن دانشگاه ها رو. خب این چه با سوادیه که دانشگاه رو به روی نسل جوان ببنده؟ این چه با سوادیه که کنکور رو همچنان تأیید بکنه و نسل جوان پشت کنکورها بمونن و اگر هم احیانا تونستن یه رشته ای رو قبول بشن، رشته ای نیست که خودش دوست داره ولی چون قبول شده بل اجبار باید بره. اینا فاجعه یک جامعه است و این بدسوادا بسیار خطرناکن. چرا؟ به خاطر اینکه بدسواد تحصیل کرده مدرکی خودش رو عالم میدونه، رفته علم رم خونده، اما در تضاد عقیدتی و خرافی هم گیره. من چقدر از عزیزانی که مراجعه میکنن به من، باشون تراپی میکنم، میبینم دکترا داره، میبینم پزشکه، میبینم انواع و اقسام حالا رشته های مختلف تحصیلات عالی داره، ولی زمانی که گیر میکنه میگه به نظر شما اگر احیانا برم فال بگیرم نظر شما چیه؟ این میشه بدسواد. چطور تو اسم خودتو میتونی بذاری باسواد؟ عزیزی با یک رابطه بد و اسیدی هست، رابطه خراب، خانم، یک خانوم با یک خانوم دیگه که اون خانوم به نظر من اختلال شخصیتی مرزی داره و با این خانوم داره بازی میکنه، دائما تهدیدش میکنه، بهش عشق و محبت خیلی رسونده، پرونده واسش درست کرده که من این کارا رو برات کردم، این کارا رو کردم، و اجازه نمیده که این فرد بتونه زندگی خودشو بکنه، بره ازدواج بکنه، بره زندگی تشکیل بده، اجازه نمیده بهش، دائما هم خودمو میکشم، اینجوری میکنم. و این خانوم به من میگه که من از نفرینش میترسم، چون به من میگه نفرینت میکنم، فردای خوشی نمیتونی داشته باشی اگر رابطت با من قطع کنی. یک خانومی که در بهترین کشورهای دنیای غرب تحصیلاتشو کرده، دکتراشو گرفته، میگه من از نفرین یک بیمار میترسم. این یعنی بدسواد. و این بدسواد در خانه و خانواده خودش هم خطر اینجاست که وقتی این بدسوادها، رفتی علم هم خوندی، فیزیک خوندی، شیمی خوندی، پزشک شدی، ولی هنوز باورت اینه. یادتون میاد یه در سالها پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی یه خانمی که واقعا بینیش هم پیدا نبود، بچه هم بغلش بود، یه نفر دیگه هم بغل دستش نشسته بود، به مجری گفت علم ثابت کرده. علم ثابت، معمولا هم بدسوادا یا کمسوادا اینجوری صحبت میکن، علم ثابت کرده و اصلا هم ریسورس نمیارن. و برگشت گفت زن پیر میشه اگر که موهاش نشون داده بشه، اشعه‌ای تولید میکنه که پیری زودرس برای زن میاره. خب تو یه زنه ای بانو، بانو که رفتی تحصیلات کردی، چطور هنوز باورت اینه که هیچ علمی ثابت نکرده که موی زن اشعه تولید میکنه که مرد را تحریک میکند؟ خطر اینجا اینه که انسان بدسواد به خاطر داشتن سواد و موقعیت هایی که به عنوان پزشک، به عنوان این، به عنوان آن در جامعه و خانه و خانواده نقش داره، خب میگه فلانی درس خونده، بابا دکترا داره، تحصیل کرده، خب اون خیلی بهتر از من میدونه دیگه، وقتی اون اینجوری فکر میکنه پس منم باید اینجوری فکر کنم. این فاجعه است به نظر من که تو به عنوان انسان متخصص باسواد هنوز خرافی فکر کنی. مرد و زن فرق نمی کنه و مردم رو به خاطر خرافی بودن خودت، به خاطر مثلا خرافه پرستی خودت هنوز گیری
ولی ادعای سوادم میکنی. این خطرناکه. این جامعه رو به قهقرا میبره. اینجاست که ما باید مراقب باشیم. به عنوان یک انسانی که در قرن 21 رفتی علم خوندی، تضاد تو از بین ببر، چنگانگی تو از بین ببر، تکلیفت رو با خودت روشن کن. اینجاست که ما گرفتار یک همچین حکومتی میشیم و گرفتار یک همچین جامعه بیماری میشیم. چون بی سواد بدبخت میاد به تو نگاه میکنه میگه پس تو اگر این چنین هستی پس درسته. ما مسئولیم، تک تک ما انسانها مسئولیم، مخصوصا توی که رفتی دانش و علم خوندی، مسئولیتت بسیار سنگین تره در قبال خانه و خانواده و جامعت. خب بریم سراغ ببینیم دوباره چه اتفاقی میفته. معمولا انسان باسواد کیست؟ بذار اینجوری بگم، اینجوری کار آسون تر بکنم. انسان باسواد علم رو نگاه میکنه، منطق رو نگاه میکنه و از عقلش استفاده میکنه، از خردش استفاده میکنه. این یعنی انسان باسواد. پیرو نیست، آویزون هیچ کس و هیچ چیزم نیست، ادعا نداره و انسان با شرف و با وجدانیه. اما بدسواد خطرش اینجا اینه که میتونه تحمیق بکنه. کمسواد و بدسواد در این مورد میتونن خیلی شبیه هم باشن. مردم رو تحمیق میکنن، به راحتی با ذکاوتی که آموختن گول میزنن و این گول زدنها باعث میشه که یک جامعه بیمارتر و فقیرتر و چه فرهنگی و چه اقتصادی بیمارتر و فقیرتر و فقیرتر بشه. بذارین بگم، یه استیون هاوکینز، خودتون میشناسین استیون هاوکینز، یک دانشمندیه که ام اس گرفت، بیماری سختی گرفت، بدترین بیماری رو در جوانیش گرفت و فکر میکردن که به زودی از بین میره تو همون سن جوانی، ولی ماند این دانشمند، این عالم ماند و اخیراً متاسفانه از دستش دادیم در سن حدود فکر میکنم 60-70 سالگی، دقیقاً سنش یادم نیست ولی فکر میکنم حدود 70 سالگی یا آخرای 60 سالگی. به هر حال استیون هاوکینز یک دانشمند واقعی بود که با بودن روی صندلی چرخدار، چون مغزش و بدنش فلج شد، اما با کامپیوتر صحبت میکرد، با کامپیوتر هنوز به دنبال کهکشانها بود و همچنان به دنبال علمش بود. اون میگه تو یکی از کتاباش که بسیار بسیار مهمه، جمله بسیار زیبایی داره، میگه بزرگترین دشمن دانش بیدانشی نیست. مثل بیسوادا، بیسوادا دشمن دانش نیستن چون ادعایی ندارند. پندار دانش دشمن است. این خطرناکه. یعنی فکر میکنه که خیلی بلده، فکر میکنه که خیلی علم داره، پنداری، توهم داره. اینه که خطرناکه. و ما بسیاری از مردم این جهان رو داریم که پنداری میدانند با توهمشون که دانش دارند، در صورتی که یک انسان عاقل، دانش همراه، دانش پیرو دانش، و یا یک دانشمند به راستی و به واقع دانشمند هرگز ادعا نمی کنه، برای اینکه دائما تز دیگه ای میاد، علم دیگه ای ثابت میشه و اینو میدونه. اینجاست که مسئله بسیار مهم اینه که واقعا چه باید کرد. من بارها گفتم شعور به مدرک نیست، دقیقا در مورد بدسوادی و کمسوادیه. اینا مدرک زیاد دارن اما بیشعورند. از شعورشون و ذکاوتشون و هوششون اگر داشته باشن برای فریب دادن استفاده میکنن، برای خودشیفتگی خودشون استفاده میکنن که از دیگران کار بکشند
و در مقام و ثروت خودشون قوتور باشند. اینا خطرناکن که در جامعه مثل جامعه ایران، در کشور ما فراوان داریم، کم سواد و بد سواد. و با سوادهای ما، نخبه های ما در خارج از کشور، فراری از داخل کشور، همونجور که خمینی با بی انصافی و بی وجدانی و بی سوادی خودش گفت سواد مال خر است، اقتصاد مال خر است، و ایران رو برای 42 سال نابود کردند. چه جوانهایی رو اعدام کردند، چه نخبه هایی فرار کردند، چه نخبه هایی در زیر شکنجه و با اعدام کشته شدند، چه نخبه هایی درون کشور ما همچنان هستند زیر شکنجه در زندان ها، و چه نخبه هایی در دانشگاه های ما هستند اما آزادی بیان ندارند، نمیتونن حتی از علمی که به راستی به واقع دانشمند هستند اما به خاطر نداشتن آزادی بیان و به خاطر داشتن عالمای آخوندیسم بر سر کار و بر دانشگاه ها و نظاره کردن آنها بر دانش و دانشگاه، متاسفانه آزادی کافی ندارند که بتونن استفاده کنن. تلاش خودشونو میکنن. من تقدیر میکنم تک تک شما عزیزان دانشمند و باسواد، به واقع باسواد، که در دانشگاه های ایران تلاش خودتون رو بسیار کردید و میکنید، و میدانم که چقدر سخت وقتی آزادی بیان حتی در مورد تدریست نداری. این یک فاجعه است. این یعنی حکومت دیکتاتوری، حکومت مستبد، و وای به حال جامعه ای که همچنان زیر بار یک همچین ظلمی قرار گرفته و همچنان مانده. شعورمون رو احتیاج نداره مدرک داشته باشیم، شعورمون رو میتونیم روز به روز بیشتر کنیم. نهضت سواد آموزی تلاش خودشو کرد، ولی نهضت سواد آموزی هم متاسفانه توانایی و یا بودجه کافی نداره. بودجه ها رو برای جنگ، یمن، سوریه، نابود کردن سوریه و یمن، فلسطین و جنوب لبنان، سرمایه های کشور ما رو این چنین میفرستن و برای سواد آموزی متاسفانه بودجه ندارن. برای این، برای آن، برای بسیاری از مسائل بسیار مهم مثل با سواد کردن پدر بزرگ، مادر بزرگ ها، حتی با سواد کردن جامعه، چون یک جامعه با سواد اگر باشه حکومت دیکتاتوری نمیتونه حرکت کنه و جنب بخوره و نابود میشه. و یکی از بزرگترین دلیل نظام آخوندیسم اینه که بیاد روی سر کار و جامعه رو بی سوادتر بکنه با روب و وحشت بیشتر و غارت و جنایت و قتل‌های بیشتر. این دقیقاً یک نظام فاسد و نظام مستبد و نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامیه، در صورتی که یک جامعه باسواد رشد میکنه، ترقی میکنه. شما نگاه کنید، فنلاند، افتخار میکنم به کشورهای اسکاندیناوی، خوش به سعادت تک تک شماهایی که اونجا دارین زندگی میکنید. واقعا لذت ببرید از این سیستمی که آنجا هست. نمیگم همه چیز 100% درسته، ولی زمانی که اسکاندیناوی در قرن 21 به یه همچین درجه والای باسوادی برسه، به 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 اون جامعه، به 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 اون نظام آموزش و پرورش، به اون نظام اقتصادی، نظام حکومتی که جامعهش رو به اینجا رسونده که بی سواد نداره، کم سواد رو هم متفاوت تربیت میکنه. قانون حقوق بشره، کسی نمیتونه فریب بده. اگر کوچکترین خلافی در سیستم حکومتی بشه، میدیا آزادی صحبت میکنه،
آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی رسانه ها هست و این باعث میشه که قانون در کنار آزادی وقتی قرار میگیره، حقوق بشر در کنار آزادی قرار میگیره، یک جامعه میشه یک جامعه باسواد و نه با مدرک کیلویی، بلکه به واقع باسواد، برای اینکه یک حکومت دموکراتیک باسواد و دلسوز برای ملت و خاکش داره تلاش میکنه. به امید آزادی، به امید باسواد شدن شعور و خرد و عقل ما و به امید از بین رفتن جمهوری اسلامی که 42 سال همه چی رو نابود کرد، به امید حکومت دموکراتیک، به دست دلسوزان یک حکومتی که در آینده ممکنه، امیدوارم با اتحاد همه ما دست در دست هم داده بشه و این حکومت دموکراتیک جا بیفته و کشور ایران بشه در خاورمیانه یکی از بهترین باسوادترین کشور خاورمیانه. به امید اون روز.